سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرزی همراه باشید با خبرهای امروز با حمله آشنایان یک فرد محکوم به اعدام در شهر محمود مازندران مراسم اجرای حکم اعدام در ملعه عام لغو شد با این اقدام از سوی مردم محمود آباد شورای تامین و مقامات قضایی شهر تصمیم گرفتند اجرای حکم به زمان دیگری موکول شود فرد محکوم به اعدام جوانی است که در جریان یک درگیری خیابانی به سر جوانی را با ضربات چاقو کشته بود او پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان مازندران به اعدام در ملعه عام محکوم شد در ماهای اخیر مقاومت در برابر اجرای احکام اعدام در ایران افزایش یافته است افزون بر اعتراض خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل زندان ها و مراجع غذایی خود زندانیان محکوم به اعدام نیز دست به چنین مقاومت هایی زدند مرداد ماه سال جاری ده نفر در زندان قزل حصار کرج ادام شدند که در پی آن زندانیان این زندان و خانواده هایشان دست به شورش و اعتراض زدند و معموران آنها را سرکوب کردند. دولت سودان از جمهوری اسلامی خواست تا مراکز فرهنگیش در این کشور را تعطیل کند و به گردانندگان این مراکز 72 ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. جمهوری اسلامی سه مرکز فرهنگی در خارتون پایتخت سودان دارد که به ترویج شیعهگری در این کشور مشغولند خبرگزاری رویترز از اخراج وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی و دیگر دیپلومات های ایرانی خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری منبعی آگاه که خاص ناشناس بماند در توضیح این خبر گفته است که مقامات رسمی سودان کاردار سفارت جمهوری اسلامی در خارتوم را فرا خانده و این حکم را به او ابلاغ کردند. بر مبنای این حکم سه مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی در خارتوم پایتخت سودان تعطیل خواهند شد و دیپلومات های مسئول سه روز فرصت خواهند داشت تا خاک سودان را ترک کنند. بنا به گفته این منبع آگاه سودان این تصمیم را در پی افزایش تلاش این مراکز فرهنگی در اشاعی فرهنگ شیعه گرفته است با این حال خبرگزاری رویترز ارتباط تعطیلی این مراکز با اشاعی فرهنگ شیعه از سوی جمهوری اسلامی را گمان زنی رسانه سودان دانسته و میگوید هنوز هیچ مقام رسمی این امر را تایید نکرده است. خارتون و تهران در سالهای اخیر روابط گرم و دوستانهی داشتند و به گفته خبرگزاری فرانسه جمهوری اسلامی یکی از اصلی ترین تأمین کنندگان سلاح سودان بوده است. سودان و جمهوری اسلامی هر دو از حامیان اصلی گروه حماس نیز به شمار می روند. در سالهای اخیر چندین بار کشتی های جنگی ایرانی در بندرهای سودان پهلو گرفتند و به این کشور سلاح و مهمات رساندند. جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده که این تسلیحات برای جنگ با دزدان دریایی به سودان فرستاده می شود. اما اسرائیل سودان را متهم کرده که به جمهوری اسلامی اجازه می دهد از طریق این کشور برای هما سلاح بفرستد. اتهامی که سودان آن را رد کرده است. روزنامه کویتی البته نیز سال گذشته اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی حضور نظامی خود در سودان را افزایش داده و به ارتش این کشور آموزش های نظامی می دهد. یک تحلیلگر سودانی در تحلیل این خبر به خبرگزاری فرانسه گفته است که احتمالا سودان این تصمیم را به دنبال فشار از سوی ریاض گرفته است. عربستان در سال جاری با قطع دسترسی این کشور به سیستم بانکی سعودی و توقف تعاملات بانکی فشار زیادی بر اقتصاد سودان وارد کرده است. از آن سو گفته می شود که مقامات جمهوری اسلامی در مراکز فرهنگی خود در سودان مبلغ 5000 دلار به هر یک از سودانی ها که پیرو به مذهب تشیع می شوند پرداخت می کرد. این امر باعث نگرانی دولت سودان شد. حسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بحث تفکیک جنسیتی در راستای تکریم بانوان است گفته بهترین راه به منظور ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه ایجاد پارک بانوان است و بهترین هدیه به بانوان تفکیک جنسیتی است و با بیان اینکه تفکیک زنان و مردان در محل کار در سالهای گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود گفته است در پیشرفته ترین دانشگاه های کشور آمریکا دانشجویان دختر و پسر را از یکدیگر تفکیک کردند و این مسئله منجر به رشد علمی در دانشگاه خواهد شد این نظر در حالی است که تفکیک جنسیتی در دانشگاه آمریکا کذب محض است محمد علی طالبی معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد از آزادی هشت کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن باف را به پایان اعتصاب پنج هزار کارگر این معدن مشروط کرد کارگران معدن سنگ آهن بافقی است از 15 روز پیش در اعتراض به بازداشت تعدادی از همکاران خود و نیز تحقق نیافتن خواستای سنفیشان دست به اعتصاب زدند. آقای طالبی تایید کرده واگذاری معدن سنگ آهن بافق به بخش خصوصی منتفی شده است. پیشتر نیز این موضوع مطرح شده بود و کارگران و خانواده های کارگران بازداشتی با آن مخالفت کرده بودند. پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به خصوصی سازی این معدن از مدت ها قبل دست به اعتصاب زدند. اجلاس خبرگان از روز گذشته در حالی آغاز شد که چهار تن از اعضای این مجلس در فاصله اجلاس قبل تا این دوره فوت کرده و رئیس آن هم در کماست. محمود آشنی شاهرودی که نایب رئیس این مجلس است ریاست خبرگان را بر عهده داشت و به تمجید از ولایت فقیه پرداخت رئیس موقت مجلس خبرگان گفت در حال حاضر جمهوری اسلامی به قدرت منطقه و فرامنطقه تبدیل شده و ایران اسلامی اسرائیل را در هم کوبیده است این اجلاس در حالی برگزار شده که آیت الله دستقیب نماینده استان فارس در این مجلس در اعتراض به عدم رسیدگی به آنچه تخلف ها از سال 84 تا 92 خوانده آن را تحریم کرد. شانسته اجلاس مجلس خبرگان رهبری دیروز سهشنبه آغاز شد و مبودت دو روز ادامه خواهد داشت. محافظه‌کاران تندرو تلاش می‌کنند مانع حضور اکبر هاشمی رفسنجانی بر ریاست این شورا در قیاب مهدوی کنی شوند. عباس عراقچی که در فرانسه به سر میبرد میگوید تهران ایده های زیادی در مورد نحوه رسیدن به یک توافق هسته‌ای با قدرت های جهان تا پیش از ضربال الاجل 24 نوامبر دارد. در رویدادی مرتبط یک مقام سازمان انرژی اتمی میگوید طرح خرابکاری در تأسیسات هسته ایران خونسا شد جمهوری اسلامی و گروه پنج بعلو به یک تا سوم آذر ماه سال جاری فرصت دارند که به توافق برسند به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا عباس عراقچی در مصاحبه با تلویزیون فرانس 24 گفت ما جدی و مصمم هستیم و ایده هایی برای برخورد با هر مشکلی در پای میز مذاکره داریم وی اظهار کرد ما ایده هایی داریم و ایده های ما به تمام نگرانی ها خواهد پرداخت با این حال وی ای اضافه کرد که طرف دیگر باید از درخواست های بیش از حد در مورد مسئله کلیدی غنی سازی اورانیوم پرهیز کند فرایندی که میتواند به تولید سوخت هسته‌ای و در این حال بمب اتمی منجر شود وی گفت انتظار می رود که دور بعدی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی طی ماه جاری در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل صورت گیرد. عراقچی افسود ما قطعا تصویر شفافتری در مورد اینکه آیا قادر به تمام کردن این کار تا ضرب العجل تعیین شده خواهیم بود یا نخواهیم بود داشت. گفتنی است جمهوری اسلامی و پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان در ماه ژوئیه پس از چند دور مذاکره تصمیم گرفتن ضرب العجل تعیین شده را به مدت چهار ماه دیگر تا تاریخ 24 نوامبر تمدید کنند رسیدن به یک توافق در این مرحله سخت پیچیده و بغرنج است هرچند که عراقچی در صدد کم اهمیت جلوه دادن شانس تمدید ضرب العجل فراتر از ماه نوامبر است وی اظهار کرد من احتمال بسیار و بسیار کمی برای تمدید مذاکره می بینم. فکر می کنم که در وضعیت دشواری قرار خواهیم گرفت ولی به گمان من دیپلماسی هرگز پایان نمی یابد من ترجیح می دهم همچنان خوشبین و امیدوار باقی بمانم عراقچی گفت ما هنوز پای میز مذاکره هستیم و تا دقیقه آخر در پای میز مذاکره خواهیم بود در همین حال و در شرایطی که چندی قبل مقامات جمهوری اسلامی از خرابکاری هسته‌ای در تأسیسات این کشور خبر داده بودند زار آن. معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی گفت که جمهوری اسلامی تلاش های خارجی برای خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای خود و جاسوسی از این تأسیسات را خونسا کرده است. آقای زاران در گفتگو با خبرگزاری از شویتت پرس تاکید کرد که این تلاش ها از طریق اقدامات سرویس های اطلاعاتی بیگانه برای استخدام متخصصان هسته‌ای ایران و خرابکاری در تأسیسات اتمی از طریق ارسال تجهیزات معیوب صورت گرفته است از قرار توضیح بیشتری در مورد کشور یا کشورهایی که سعی در جاسوسی و خرابکاری در تأسیسات هسته ایران داشتند نداده است آقای زاران گفته تلاش سازمان های جاسوسی برای ارتباط گرفتن با متخصصان ایرانی در جریان برخی مسافرت های این متخصصان به خارج انجام شده است وی افزوده است که این متخصصان در بازگشت به ایران مقام های مافوق را در جریان تلاش جاسوس ها قرار دادند. این مقام ایرانی تجهیزاتی را به خبرنگاران استریتد پرس نشان داده که به گفته وی در برخی کشورهای غربی و آسیایی تولید شدند و با هدف خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای به ایران فرستاده شدند. آقای زاران همچنین تاکید کرده که هر جسم پرنده‌ای که به تأسیسات هسته‌ای نزدیک شود هدف سیستم پدافند قرار خواهد گرفت و ایران در این زمینه با کسی شوخی ندارد. ایران هفته گذشته مدعی شده بود یک پهپاد جاسوسی متعلق به اسرائیل را در نتنز هدف قرار داده و سرنگون کرده است. گفتنیست اظهارات این مقام سازمان انرژی اتمی در جریان بازدید گروهی از خبرنگاران از شیت پرز از سازمان انرژی اتمی ایران در تهران عنوان شده است. این بازدید توسط دولت جمهوری اسلامی هماهنگ و برنامه ریزی شده است. وزارت خارجه ای آمریکا اعلام کرده واشنگتن میکوشد موفق بودن یک نوار ویدیویی دو اش را که ظاهران بریدن سر دومین روزنامه نگار آمریکایی را نشان میدهد مشخص کند و در صورت تایید چنین اقدامی و در صورت تایید چنین اقدامی برای ما مشمئزکننده کننده است روز گذشته گروه تروریستی داعش استیون ساتلاف یک روزنامه نگار دیگر آمریکایی را سر برید. در فیلم ویدیویی که این گروه منتشر کرده این روزنامه نگار آمریکایی در لباسی نارنجی دیده می شود که زانو زده است و فردی نقا پوش که خود را بریتانیایی معرفی می کند خطاب به اوباما می گوید به دلیل ادامه حملات آمریکا به داعش او هم بازگشته تا سر یک روزنامه نگار دیگر آمریکایی را ببرد. او همچنین تهدید می کند که یک گروگان بریتانیایی را هم خواهند کشت. پیشتر جیمز فولی روزنامه نگار آمریکایی توسط این گروه سر شد. در همین حال سازمان عفو بینون ملل اسنادی منتشر کرد که نشان دهنده پاکسازی قومی و مذهبی گسترده در شمال عراق توسط گروه خلافت اسلامی است. بر اساس این گزارش نیروهای خلافت اسلامی به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده اقلیت های قومی و مذهبی در شمال عراق را کشته یا رو بودند. یکی از دختران جوان ایزدی که توسط گروه تروریستی داعش رو بوده و فروخته شده بود به طور معجزه آسایی توانسته است فرار کند. او شرح آنچه بر او گذشته را بازگو کرده است گروه تروریستی دوش اقلیت ایزدی را کافر میداند و با زنان آنها به عنوان قنائم جنگی برخورد می کند. یکی از رسانه های کردزبان در شرح حال دختر جوان ایزدی که توسط گروه داعش رو فروخته شده نوشت تنها 19 سال دارد. شوهر، برادر شوهر، و پدر شوهرش را قبل از آنکه به عنوان کنیز همراه با صدها زن و دختر زدی به موسل منتقل و مورد خرید و فروش واقع شوند در مقابل چشمانش گلوله باران کردند از صورت آفتاب آنچه را که در این چند روز بر او گذشته می توان خواند چند روزی که یادآوریش تا ابد زخمی عمیق بر روح اوست این خانم جوان مادر کودکی سه ساله و یکی از زنانی که به صورت جمعی داعش دستگیرشان کرده بود و بعدا در موسل فروخته شد ولی با یک معجزه نجات پیدا کرد و الان در استان دوهوک است بر اساس این خبر این زن به این شرط حاضر به صحبت شد که عکس او پخش نشود نه به خاطر بازگویی آنچه که بر او گذشته بلکه ترس از آن است داعش از خواهر شوهر و اما در شوهرش که هنوز در دستشان اسیر هستند انتقام بگیرد این دختر جوان گفته است افراد مسلح که آمدن زن و بچه و مردان را از هم جدا کردند دستان مردان را بستند و سپس گلوله باران کردند که شوهر برادر شوهر و پدر شوهرم در بین آنها بودند وی میگویند افراد داعش به ما توهین می میکردند میگفتند دین شما باطل است به دین ما ایمان بیاورید و چند آموزه دینی بهمان به گفتند که با آن مسلمان شویم اما متوجه شدند که برای من دشوار است مسلمان شویم این خانم جوان می ابزاید. دختران و زنان جوان را از مسنها جدا کردند به همین دلیل دیگر اطلاعی از مادر شوهرم ندارم من و خواهر شوهرم با هم بودیم گفتند شما را به خانه میبریم ولی ما را به خانه بزرگ بردند و گفتند هر کس به این مکان میآید آید چاره ای جز شوهر کردن ندارد. وی گفت دختران جوان به ده الا پانزده هزار دینار خرید و فروش می شدند. و روزانه ده بار می آمدند و آنهایی را که می خواستند با خود می بردند مخصوصا دختران را. وی می افرادی بودند که دختری را می خریدند بعد از دو روز که سیر می شدند او را به کسی دیگری می فروختند. یکی از مقامات دختری را به راندهش فروخت. با گوش خودم شنیدم بعضی ها به ترکی حرف میزند برای خرید دختران آمده بودند خریدار عرب سوری هم در میانشان بود بعضی از خریدارها به زور لباس عروس بر تن دختران میکردند و میبردنشان این دختر با چشمان پر از اشک به این رسانه گفته است من را هم به عرب سوری فروختند اما نمیدانم چند آن مرد به من گفت تو دیگر زن من هستی پدر و مادرت را فراموش کن همه را کشتیم و کردستان و عراق دیگر زیر سلطه ماست این دختر ایزدی در پاسخ به این پرسش که چطور نجات پیدا کردی هم میگوید شبیه حدود ساعت دوازده به سرم تشنه بود و گریه میکرد در اتاقی بودیم که در روی من قفل شده بود در پلاستیکی بود هرچقدر در زدم کسی نیامد در را شکستم و برای پسرم آب آوردم دیدم سی نفر در خانه بودند ولی همه خواب بودند از فرصت استفاده و فرار کردم این دختر جوان بعد از مدتی به خانه عربی پناه میبرد و داستانش را بازگو می کند. قول می دهند از او محافظت کنند. و میگوید مرد صاحب خانه صبح مرا سوار اتومبیل کرد. به هر پاسگاه داعش که می رسیدیم می همسرم است. تا اینکه کاملا مرا نزدیک مرز با کردستان کرد و راه را به هم نشان داد و من هم پیاده خود را به پیش مرگه ها رساندم گفتنی است با تسلط داعش بر بخشهایی از شمال عراق وضع کردهای ایزدی در این منطقه رو به وخامت گرایید این گروه تروریستی صدها زن را اسیر کرد و بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر سوریه مستقر در لندن این زنان هر کدام به ازای هزار دلار به عنوان همسر به اعضای داعش فروخته شدند. وزیر خارجه ایتالیا تاکید کرد اتحادیه اروپا تا روز جمعه تحریم‌های جدیدی را رو علیه روسیه تصویب خواهد کرد. به گزارش رویترز فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا که قرار است مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا شود تصریح کرد کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه بسته ای از تحریم های جدید علیه روسیه را ارائه خواهد کرد که چهار بخش اقتصاد روسیه از جمله بخش های دفاعی و مالی را هدف قرار خواهد داد در حالی که کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه آماده می‌شوند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد کشورهای تحریم کننده روسیه نیز از سیاست تحریم این کشور زیان خواهند داد. آقای پوتین ابراز امیدواری کرده که همکاری ها با کشورهای اروپایی از سر گرفته شود اما در این حال تصریح کرد که این امر به اقدامات شرکای ما بستگی دارد. یک مقام بلندپایه امنیتی عربستان سعودی گفت پلیس این کشور 88 فرد مزنون به ارتباط با تشکیلات القاعده که برای انجام حملات تروریستی در داخل و خارج از این کشور برنامه ریزی می کردند را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، منصور ترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان، توضیحی در مورد جزئیات برنامه های تروریستی مورد ادعا ارائه نکرد، اما گفت که 59 نفر از افراد دستگیر شده، پیش از این نیز با اتهاماتی مشابه زندانی شده بودند. آقای ترکی گفته عربستان در تعقیب کسانی که به گروه های تروریستی میپیوندند جدی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده بیش از نیمی از بازداشت شدگان شهروندان سعودی هستند. خبر بازداشت افراد منصوب به القاعده در حالی منتشر می شود که پیش روی های داعش در عراق و سوریه عربستان را وادار به اتخاذ تدابیر شدیدتر علیه هواداران این گروه کرده است. شورشیان شیعه حوسی پیشنهاد دولت یمن را برای تشکیل دولت وحدت ملی و کاهش قیمت سوخت رد کردند منابع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند منصور خادی رئیس جمهوری کابینه را منحل کرده و پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی داده است و همچنین اعلام کرده که دولت قصد دارد برای جبران قطع پرداخت یارانه سوخت قیمت بنزین و گازوئیل را تا 3 درصد کاهش داد اما سخنگوی عبدالملک حوسی رهبر شورشیان گفته است دولت باید یارانه سوخت را به طور کامل دوباره بپردازد و حقوق مشروع حوسی ها را به آنها بدهد. هزاران تن از حوسی ها هفته هاست با تجمع و تحسن در صنعا خواستار استعفای دولت هستند. مقام های امنیتی و پزشکی مصر از کشته شدن 11 مأمور امنیتی این کشور در صحرای سینا خبر دادند. به گزارش رویترز دو مأمور در انفجار بمبی کنار جاده و بقیه در حال فرار با شلیک گلوله کشته شدند گروه های شبه نظامی اسلامی از هنگام برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر حملاتشان را در صحرای سینا تشدید کردند گروه انصار بیت مقدس اخیرا اعلام کرده که سر چهار مصری را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از تن جدا کرده است این گروه میگوید سه تن از اعضای ارشدش در حمله هوایی اسرائیل کشتند. احزاب عمده در پارلمان پاکستان حمایت خود را از محمد نواز شریف نخست وزیر اعلام کردند و در نشست ویژه ای از دولت خواستند در مقابل فشار مخالفان تسلیم نشود. وزیر کشور پاکستان در این جلسه خواستار حمایت سریح پارلمان برای مقابله با شورش ضد دولتی پس از سه روز درگیری مخالفان با پلیس شد. هواداران امران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر قادری روحانی مخالف دولت چند هفته است که با تجمع و تظاهرات در مقابل پارلمان در اسلام آباد و تلاش برای اشغال ساختمان نخست وزیری خواستار استعفای دولت هستند اما نواز شریف گفته است کنارگیری نخواهد کرد اما پاریس این روزها میزبان دو مهمان از کشورهای جهان عرب بود شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی و سامح شکری وزیر امور خارجه مصر محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس و جزئیات بیشتر از این دیدارها بعد از ملاقات دیروز با آقای فرانس و اولاند امروز شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد و همینطور وزیر دفاع عربستان دیداری با وزرای خارجه فرانسه و همینطور وزیر دفاع خواهد داشت و دیروز آگاهان در کاخ الیزه گفتند که آخرین مراحل فروش 3 میلیارد دلار سلاحهای نظامی برای لبنان که توسط عربستان صورت میگیرد در حال شکل گیری است در زیافت شامی که بیش از 200 صاحب مقام سیاسی و اقتصادی شرکت داشتند آقای اولان در سخنانش گفت در حالی که لبنان هزاران پناهنده سوری رو استقبال میکند امنیت این کشور از ضروریات است آقای اولاند ادامه داد حال که بحران از سوریه به عراق کشیده شده و تروریسم قدرت ناخواسته ای گرفته همکاری فرانسه و عربستان در منطقه یک ضرورت است باید برای بینندگان گفته باشم که در پنج سال گذشته بعد از ترکیه عربستان دومین کشور مورد معامله در منطقه با فرانسه است ولیت عربستان که دوشنبه به فرانسه آمده بود سفرش سه روز به طول خواهد کشید از طرف دیگر روز گذشته آقای شکری وزیر خارجه مصر با همتای خود در پاریس دیدار و کنفرانس مطبوعاتی داشتند و بعد از گفته های آقای فابیوس آقای شکری وزیر خارجه مصر گفت که ما به یک همکاری بین المللی سیاسی نظامی و اجتماعی احتیاج داریم تا به پدیده تروریسم پایان بدیم او در همین سفر با آقای اولاند هم ملاقات کرده بود وزیر خارجه مصر در مورد مذاکرات اسرائیل و فلسطین که میدونید تا چند هفته دیگر در قاهره انجام خواهد گرفت اظهار خوشبینی کرد و گفت که امیدوار است به دلیل ضرورت و شرایط هر دو طرف نرمشی از خود نشان بدن و همینطور آقای شکری گفت که منطقه دیگر بیشتر از این تحمل خشونت را نداره و بالاخره امشب ساعت هفت شب به وقت فرانسه وزرای کشور و خارجه فرانسه در یک میز مشورتی برای رسیدگی به وضع مسیحیان اراق شرکت خواهند کرد هفته پیش آقای فابیوس شخصا برای استقبال چندین پناهنده مسیحی که از عراق آمده بودند به فرودگاه رفت و همینطور آقای فیون نخست وزیر سابق در دوره آقای سرکوزی هم به همین دلیل در عراق به سر میبرد رئیس نظام سنفی کشاورزی کشور گفت واردات آب از کشورهای همجوار یکی از راهکارهای جبران کم است که در مجلس مطرح است و با تصویب آن اجرایی خواهد شد به گزارش خبرگزاری ایسنا موسا رهنمایی گفته است باید قبول کنیم که کشور ما در کمربند خشکی قرار دارد و خوشسالی های پیاپی پی در سنوات اخیر حکایت از این موضوع دارد و ما باید از روش های کم آبیاری و محصولات کم مصرف در کشاورزی بهره ببریم و استفاده بیرویه از آب و خاک را متوقف کنیم. کتایون نجفی زاده رئیس اداره پیوند و بیماری های خاص به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی دوازده باند قاچاق اعضای بدن در کشور خبر داد. به گزارش روزنامه شرق نجفی زاده گفته است کار باندهای قاچاق اعضای بدن این بوده که از فرد ایرانی اعضای بدن را می‌گرفتند و با هزینه های بالا به اتباع خارجی می‌فروختند که این مسئله سبب فساد در پیوند اعضا شده بود. وزارت اطلاعات ایران نیز مرداد ماه سال جاری با انتشار اطلاعیه از متلاشی کردن یک باند قاچاق اعضای انسان در ایران خبر داده بود ایران از جمله معدود کشورهایی است که می توان از یک فرد زنده عضو بدن او را خرید بدون آنکه قانون مانع این کار شود علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شب گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفت در مجلس قول دادم که کار فرهنگ و هنر را به اهالی آن می سپارم و این کار را انجام دادم به بار دیگر بر حفظ ارزش های اسلامی در عرصه فرهنگ تاکید کرد و درباره وضعیت سینما گفت سینمای ما در سطح جهانی شناخته شده و در جشنواره های مختلف شرکت کرده و جوایز مهمی به دست آورده است اما در برخی موارد محتوای فیلم ها پایین تر از انتظار ماست انتظار می رود در طول زمان به تدریج وضعیتش بهتر شود. گفته می شود وزیر ارشاد دولت روحانی احتمالا دومین وزیر است که استیزا خواهد شد. حسین علیزاده هنرمند پیشکسوت موسیقی با ابراز نارضایتی از وضعیت صدور مجوز برنامه های موسیقی گفت مفهوم واژه ارشاد از نظر او چیزی جز ممیزی نیست. حسین علیزاده تصریح کرد هنرمند باید خودش مردم را ارشاد کند و نیازی به اداره ارشاد ندارد به گزارش خبرگزاری ایسنا به با ابراز نارضایتی از وضعیت مجوز برنامه های موسیقی گفته بزرگانی مثل استاد شکارچی باید مجوز برگزاری برنامه داشته باشند نه اینکه یک کارمند ساده جلوی این کارها را بگیرد با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و انتظار برای بهبود وضعیت صدور مجوز کنسرت های موسیقی در ماه گذشته تعدادی از کنسرت های موسیقی در شهرستان ها لغو شده است شهرام ناظری روز گذشته در یک نشست خبری به شدت از وزارت ارشاد انتقاد کرد و گفت آنها فقط به موسیقی زور میگویند محمد رضا آشتیانی معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم اعلام کرده بیش از 50 درصد مردم قوم ماهواره دارند و این آمار وحشتناک است در همین راستا غلام علی حداد عادل مشاور علی خامنه ای هم گفته است برای حفظ آرامش فرهنگی در جامعه نباید ماهواره و اینترنت رها شده و فیسبوک و توییتر آزاد شود جمهوری اسلامی تا کنون طرحهای مختلفی برای مبارزه با برنامه های شبکه های ارائه داده که بسیاری از آنها با شکست مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، غلام حداد حد عادل، مشاور علی خامنه ای و نماینده اصولگرای مجلس گفت برای حفظ آرامش فرهنگی در جامعه نباید جلوی ماهواره و اینترنت رها شده و فیسبوک و توییتر آزاد شود. وی همچنین از مسئولان خواسته مطالب خود را در فیسبوک نگذارند. به افسوده ما نگران بر هم خوردن آرامش کشور هستیم و رها کردن این مسائل موجب تشنج و تنش فرهنگی در کشور می شود. این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود از اینکه در حال حاضر نحوه مصرف، خوابیدن، خوراک، تبلیغات، عروسی و عزاداری ها اسلامی نیست، اظهار تعصف کرده است. به گفته خداد خد عادل برای تحقق زندگی اسلامی باید فرهنگ جامعه به نحو کامل منطبق با فرهنگ اسلامی شود و نخستین قدم در این راه شک و تردید در سبک زندگی غربی است در همین رابطه محمد رضا آشتیانی معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم اعلام کرده بیش از پنجاه درصد مردم قوم گیرنده ماهوارهای دارند و این آمار وحشتناک است به گزارش خبرگزاری رحسا آقای آشتیانی در مسجد جمکران این آمار را اعلام کرده و گفته شبکه های با هدف تخریب اسلامی مشغول ترویج شبهات هستند. به هشدار داده اگر خانواده، مدارس و دانشگاه ها در تربیت نسل ها سستی کنند دوچار مشکلاتی خواهیم شد. در حالی که رسانه های دشمن دارند به مردم ما خوراک می دهند. معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه اضافه کرده امروز انسان وقتی صبح از منزل بیرون می آید باید ده تا سوره فلق و ناس بخواند تا متدین به منزل بازگردد. 22 اسفند سال 90 نیز محمد رضا خوشرو عضو مؤسسه علوم انسانی جامع العلوم گفته بود 65 درصد مردم تهران و 30 تا 40 درصد مردم قوم از ماهواره استفاده می کنند. جمهوری اسلامی از فعالیت محواره ها،, سایت ها، و شبکه های اجتماعی با عنوان جنگ نرم یاد کرده و مدعی است فعالیت آنها در راستای براندازی نظام حاکم بر ایران است. اول مهر ماه سال 90 نیست محسن حبیبی مدیر گروه فرهنگ و معارف شبکه دوی سیما اعلام کرده بود حدود 4689 شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کنند و نظام توان مقابله با برنامه های فرهنگی آنها را ندارد. گفتنی است قانون منع استفاده از ماهواره در سال 73 تصویب شد. از آن زمان ماموران نیروی انتظامی گاهگاهی به پشت بام خانه ها هجوم می‌آورند و تجهیزات مردم را جمع می کنند. با این همه استفاده از ماهواره رایش شده است. اما آخرین خبر این که سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک در گفتگو با خبرنگاران از عملکردش دفاع کرد و گفت من در هر جایی که بودم حتی یک قدم هم خلاف قانون عمل نکردم آقای مرتزوی گفته من سه پرونده یکی در خصوص تحقیق و تفحص تامین اجتماعی شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار در دادسرا دارم که نسبت به هر سه پرونده لایحه دفاعی خود را تنظیم و به دادسرا تقدیم کردم یکی از خبرنگاران گفت که شما قبلا مدعی بودید که نظام باید به شما مدال بدهد آیا همچنان بر این باور هستید مرتضوی در پاسخ گفت مایل نیستم با برخی از رسانه ها مصاحبه کنم چرا که حرف را که گفته می شود تحریف کرده و آنگونه منعکس می کنند که خودشان دوست دارند با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم ممنونم که با ما همراه بودید همراه با همکارانم در گروه خبر شب و روز خوبی را برای شما آرزو می کنم خدا نگهدار